شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوقای نجومی. اینقدر فشار روی سازمان خودسازی هست، تهدید میکنن سازمان خودسازی رو به اینکه ما منطقه رو به هم میریزیم. من واقعا نمیدونم در اجرای اصل 44 این تهدیدها کجاست. اینها صحبت‌های متولیان اصلی روند خصوصی سازی در کشوره. حدود 12 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری میگذره، اما بحث خصوصی سازی آنگونه که باید پیش نرفته. پمپ بنزین میفروشیم، دردسر برامون تولید میکنن، تحویل نمیدن، تهدیدمون میکنن، پالایش نفت میفروشیم همینطور. طبق گزارش سال گذشته کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44، کاهش تولید خالص ملی بدون نفت، نفوذ دولت در بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی و نبود شفافیت بین آنها، بهبود نیافتن درآمد خانوارها و رشد نرخ بیکاری نشون میده بخش عمده از سیاست‌های اصل 44 تحقق پیدا نکرده. ما واگذاری رو به عنوان رد دیون نمیتوانیم به حساب خصوصی سازی تلقی بکنیم. این یک نوع تغییر مالکیت از یک واحد دولتی به واحد دیگریه. شاید در حد 13.5% به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود. عمده اینها به صورت رد دیون بود. اما چه مشکلاتی باعث شده تا روند خصوصی سازی و مشارکت مردم در اقتصاد تا این حد در کشور ما به کندی پیش بره؟ مدیران ما معمولا در مقابل تغییر مقاومت میکنن. ساختار دولتی ما و دولت محوری هنو هست و اقتدارگرایی دولتی هنو هست، نمیخوان حوزه اقتدارشون کاهش پیدا بکنه. شما یه واگذاری ببینید در یه استان، در یه شهرستان که با مخالفت مقامات محلی و ملی مواجه نشده باشه. با همه این تفاصیل، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد خصوصی سازی شرکت های دولتی نظر دیگه ای داره. ما کمتر واحدی داریم که نیمه دولتی مونده باشه. دولتی تقریبا چیزی نداریم، همه خصوصی شده. نظری که البته با آمار معاون وزیر اقتصاد همخونی نداره. چرا الان نزدیک 400 تا بنگاه رو دستمون مونده هنوز نتونستیم واگذاری رو انجام بدیم؟ یکی از الزامات رواج تولید داخلی و ایجاد اشتغال برای جوانان دخالت دادن مردم در اقتصاد از جمله خصوصی سازی شرکت‌های دولتیه. انتظار مردم و فعالان اقتصادی توجه بیشتر مسئولین به این امر مهمه. سلام، شب شما بخیر. تقاضام از تمام رسانه‌ها اینه که بی جهت وارد مسائل حاشیه‌ای که ممکنه جریان انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده قرار ندن. هم حقوق حق الناس مردم باید رعایت بشه، هم مجریان به درستی کار رو اجرا بکنن. انتخابات 29 اردیبهشت، از احراز صلاحیت نامزدها تا تایید نتایج، امشب سخنگوی شورای نگهبان پاسخ می‌دهد. گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما 2240. ما را در کانال رسمی گفتگوی ویژه خبری در پیام رسان سروش دنبال کنید. شما می توانید مشروع، بخش‌های مهم و پشت صحنه برنامه‌های گفتگوی ویژه خبری را هر شب در کانال ما به آدرس @gv2 ببینید و بشنوید. این یک کانال تعاملی در پیام رسان سروش است و برای نصب فوری آن کافیست عدد 2 را به شماره 10032 ارسال کنید. با ما در ارتباط باشید. ممنونم از نگاهتون. شب خوش تا فردا شب.